درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و هشتم از ماه آگست. همونطور که مطلع هستید در روزهای چهارشنبه معمولا خدمت شما هستم. مدتی قرار بوده است که ما روزهای دوشنبه و سه‌شنبه باشیم، دیشب باز پخش شد. این است که امروز خدمتتون هستم و در باب شاهنامه صحبت میکنیم. همونطور که مطلع هستین ماجرای المپیک لندن ادامه دارد. بسیار المپیک باشکوه، جذاب و جالبی است. ورزشکاران ایران دستاورد خیلی خیلی خوب داشتن. از 37 8 دیدم به مرحله 12 رسیدن. بسیار بسیار مایه افتخار بودن. 3 مدال طلا در کشتی، 1 مدال طلا در وزن برداری، 2 نقره، 1 برنز در پرتاب دیسک. دیدم یک پهلوان هموطن خیلی خوب عمل کرد و متاسفانه خب نبردن، اندکی کوتاه آمد از رقیب آلمانی خود و بازی ها ادامه. در وقت مقایسه میکنیم این المپیک های جدید رو و رکورد های جدید رو با رکورد های قدیم، ببینیم چه ساده بود کارها در قدیم. ژیمناستیک، کارهای دیگر، اینها خیلی پیچیده و پیشرفته شده ورزش. در جمع مدال ها، از مدال های حقیقی البته آمریکا خیلی جلو هست، در مدال های نظری روی هم جمع کنیم فعلا چین جلو هست. این که عرض میکنم حالا میکنیم موضوع شما بخندید، اما حقیقتا ما مدال های واقعی داریم، مدال های نظری. مدال های واقعی اون است مثل مدال آقای یوسین بولت یا فرض کنیم مایکل فلپس. ما میبینیم که ایشون رقیبار پشت سر گذاشت و دستش رسید به اون نقطه آخره استخر. این مدال واقعی، در این شکی نیست، در این تردیدی نیست. یا آقای بولت تقریبا 1.2 متر از حریف آمریکایی جلوتر بود. عجیب بود. این عرض میکنم که به جز یک نفر بقیه 8 نفر بودن گویا در فاینال اگه اشتباه نکنم. اینا 7 نفرشون زیر 10 ثانیه 100 متر دویدن، در حالی که در روزگاران قدیم این بچ نبود، 10 به بالا بود. من یادم میاد آقای والری بورزوف از روسیه در یکی از این المپیک ها 100 متر با 10 خورده برد، 10 ثانیه و اندی، یادم نیست حالا اعشارش و اینها. و از شبت که این که از کردن مدال های حقیقی، بعضی مدال ها نظری. مثلا فرض کنیم 2 خانم میان وارد استخر میشن، سرشون زیر آب بکنن، پاهاشون رو میجامبونن. و اینا هم نگاه میکنن دیگه، قاضی هم دیگه نگاه میکنن، نظر میدن اینا بهتر بودن یا قبلی. این مدال نظریه در واقع، این مدال قطعی نیست واقعا. که حالا نمیدونم ممیز 0.02 اینا از اونا بهتر بودن، این نظر قاضی هاست، یه چیز قطعی واقعا نیست. اینا مثل یا جیمناستیک. این است که از شبت که مدال های واقعی، البته این سخن چیز المپیک نیست، اینو من عرض کنم خدمت شما، این نظر مخلص هست. بعضی مدال ها نظری است واقعا، بعضی مدال ها حقیقی. باری هنوز المپیک ادامه دارد، نمیدانم از ایران چیزی باقی مونده و با 8 مدال فکر کنم این بهترین المپیک باعث باشد. یک 7 مدال هم داشتیم در گذشته. و آرزوی مخلص این است که در ورزش‌های جمعی هم یک روزی ورزشکاران ما در دنیا مقام اول رو به دست بیاورن، مثل فوتبال، مثل بسکتبال، خلاصه ورزش‌های دست جمع. اینا ورزش‌های انفرادی است اما خیلی خیلی خوب عمل کردن با این وضعیتی که در ایران هست. 3 مدال طلا خیلی خوب بوده در کشتی‌ها و 1 مدال هم در وزن برداری. امروز خدمت شما شاهنامه میخوانیم. میخوام خدمت شما عرض کنم که این تاریخ اگر استفاده درست ما نکنیم از تاریخ به هیچ درد نمیخوره. چه نسبتی هست بین کوروش کبیر و بنده که اینجا نشسته؟ هیچ نسبتی نیست. چه نسبتی هست بین نمیدونم انوشیروان عادل و مخلص که اینجا هستن؟ هیچ. مگر اینکه ما بتوانیم ارتباط ها برقرار. شما نگاه کنید، نسبتی بین حسین و آخون نیست. آقا اون یه مردی بوده در عربستان، نمیدونم کجا رفته کشته شده فلان. اما اینها این داستان حسین رو مبدل به یک نیرو کردن برای خودشان.
مبدل کردن به یک بازار پر رونق. چیزی که آخوندها رو به هم متصل میکنه چه چیزی؟ همین داستان حسین هست، عمدتا داستان حسین هست. حالا عرض کنم که ارادت به خاندان نبوت که کار شیعه هست و از بچه های یک سال و نیمه و شیرخواره گرفته، هر یه بچه شیرخواره هم خواب کردن بابا از ایران را میفته سینه زنان و گریه کنه میره سر قبر این بچه استخونه بچه سه ساله میشینه گریه میکنه. حالا از این بگذاریم، اصل قضیه همین ماجرای کربلاست. همین داستان حسین دکان عظیمی شده برای یه قش آدم مفخور که دیگران کار بکنن اینا بخورن. چرا اینا؟ بلجهت اینا ذاکر حسین هن. ذاکر حسین مظلوم هستن. این حسین رو مبدل کردن به یک بازار پر رونق. حالا حداقل کاری که ما بایستی بکنیم بایستی بتوانیم این تاریخ رو مبدل کنیم به یک نیروی برای پیشبرد مقاصد ملی. این کار نمی کنیم سهل است که نشستیم دائم بزرگان خودمون رو داریم تخریب میکنیم. آدم بی عرضه اینجوریه، واقعا آدم کجبینه، بدبینه، بی عرضه این کارا رو میکنه. خدمت شما عرض کردم این کشور آمریکای بی تاریخ، یه تاریخش جمعاً تاریخ دولت در اینجا واقعا 230 سال 1776 بوده تا امروز، اما اونچنان این تاریخ رو رنگین کردن و هنری کردن و مشهور کردن که پنداری دزدها هم آدمای بزرگی بودن، دزدای آمریکایی، یعنی که دزد بودن. خب جان دیلینجر هنوز سخن بر این هست، آیا جان دیلینجر رو که کشته شد جان دیلینجر بود یا نبود؟ یه چاله گفتن توی این چانش بوده، این چاله نیست. هنوز بحث و فصل سر اینه، در حالی که بعد معلوم شد که یعنی انقدر تحقیق میکنن و دقیق هستن سر به تاریخش، این آقا دوز بود، بانک سرقت میکرد، چندین نفر رو کشت، بهش میگفتن دشمن شماره یک جامعه. بعد متوجه شدن که بله این آقا خودشه، اما قبل از اینکه کشته بشه رفته بوده جراحی کرده بوده، این چاله رو برداشته بوده که اینو نشناسن، تا اینقدر دقیق هستن در کارش. جسی جیمز یه دزد دیگری بوده، این مخترع دزدی قطار بوده، اولین کسی بوچ کسیری و ساندانس کید، دو تا دزد بی سجیه بودن. اینا رو اونچنان این حالی بود به اینها اونچنان نگاهی کرد و اونچنان اینها رو برکشید که تمام جوانای دنیا در عصر ما حداقل بوچ کسیری و ساندانس کید رو شناختن، چون آقای پولیومن بازی میکرد، اونی که هنرپیشه معروف رابر ردفورد نقش ساندانس رو بازی میکرد، آقای پال نیومن و نقش بسیار بسیار معروف نقش اون یکی. ما نشستیم اینجا قوام سلطنه رو مثلا خراب میکنیم. قوام سلطنه سیاست مدار فاسد دروغگو، دیدم اون پسر اون مرحوم غنی، دکتر غنی فرزندش، مرد حسابی. آخه این چه تاریخ نویسی است؟ تاریخ نویس تاریخ رو مورالیزه نمیکنه آقا جان، نظر نمیده. فاسد نمیده عرض مرحوم قوام رو، مرد به این بزرگی رو چاپ بکنی وزیرش بنویسی قوام سلطنه مرد فاسد نمیدونم چی چیز فلان روزگار فلان. ما تا بچه بودیم هنوز سعدی میخوندیم، میگفت که قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نام نکو گذار. مثلا معیار عدل بوده، حالا عادل بوده یا نبوده من کاری ندارم، اما اینکه مردی مثل سعدی زیر نام انوشیروان ما رو به عقل دعوت میکنه، در واقع در تکریم عقل سخن گفته و چنین سمبولی هم هست، این بی اندازه زیبا و جالب هست در تاریخ. توده یا پیدا شدن گفتن آقا این عادل که ظالم بود، آقا این مزدکی رو مزدک چی بوده فلان بود، اولین سوسیالیست بوده، این زده اون رو کشته فلان کرده بسار کردیم. یا نادرشاه، ما یادم بود بچه بودیم داستان نادر بخونیم قد میکشیم، یک مرتبه دیدیم اینا اومدن و داستان نادر. یا شاه عباس کبی، لجنمالی به گذشتگان واقعا. همین آقا محمد خان قاجار هزار فضیلت داشته، یک عمری تو سر این خاندان قاجار میزد،
خب اینا عقب افتادن، این خاندان قاجار در عصر نمیدونم انقلاب صنعتی و پیشرفت اینا عقب افتادن، یه بخش مهمی هم از ایران از دست دادن. ولی وقتی نگاه کنی میبینیم آقا محمدخانه ایرانی یه پارچه کرده، حداقل یه مرکزیتی در قدرت، یه چیزی، سپاهی برای ایران. سپاه ایران میتونه سپاه روسیه رو شکست بده در میدان. این جنرال بزرگی بود. آقا ما این فضیلت ها رو باید بگیم. بله عرض کردم همه خدمات شاه عباس کبیر که بزرگترین شاهان مشرق زمین بوده، مرد ایران رو برکشیده، نام ایران رو بلند کرده، ایران رو آباد کرده، بزرگ کرده، محترم کرده این مملکت ما. مغلطه میکنیم، مغلطه جز به کل. آقا این همون نبود پسرش رو نمیچکی کرد فلا پسر خودش کش، یا نادرشاه پسر خودش اشتباه کرد پسر خودش کش، ولی همه عمر نادر، همه عمر شاه عباس در کشتن پسران نمیگذشت که خطای مهیبی بوده. بله ولی ما فضیلت رو باید فراموش نکنیم، اینا رو ما باید به نیرو تبدیل کنیم، نیروی برای پیشبرد مقاصد ملی. اینم یک گرفتاری گنده است. خب این روزا اجازه بدید چون وقت کم هست ما چند در باب چند لغت صحبت کنیم. یک تکه چون من در روی رستم و سهراب هست که این سه سال اندی گذشته، من میخوام بخونم خدمت شما و بعد از شما نظر بخوام. دیگه غلط فاحش اینجا هست، در بیشتر شاهنامه ها هست و اینها اغلاط فاحش هست. ما از کجا میدانیم که اینا غلط هستن؟ واسه نگاه کنیم به منطق کلام در درجه اول، منطق زبان، بعد ببینیم آیا چنین ترکیبی اصلا در ادبیات فارسی هست. به شاهنامه نگاه کنیم ببینیم آقا چنین چیزی هرگز پیدا شده؟ وقتی که ما انتخاب‌های مختلف داریم باید درست نگاه کنیم. خب حالا من میخونم خدمتتون یکی دو سه غلط هست اینجا در این تصحیح جدید، این شاهنامه تصحیح مرد محترم آقای خالقی مطلق جلو من هست. اونجایی که رستم میاد میره با گیر میرسن به خدمت کاووس، در پیامد نامه‌ای که کاووس نوشته و استمداد کرده از رستم در دفع سهراب. حالا من میخونم خدمتتون ببینین غلط در کجاست. خب گرازان به درگاه شاه آمدن، یعنی گیو و رستم از راه رسیدن، از زابلستان که آمدن یک سر خدمت کاووس کی رفتن. گشاد دل و نیک خواه آمدن، خرم و خندان بودن و به قصد خدمت می آمدن، شاد بودن، نیک خواه بودن، یعنی از طریق مودت و دوستی و ارادت گام می زدن. چو رفتند و بردند پیشش نماز، نماز یعنی تعظیم، عرض کردم لغت پرزور صلات عربی نتوانسته این نماز رو بیرون کنه. خیلی خوب، چو رفتند و بردند پیشش نماز، برآشفت و پاسخ نداد ایچ باز. صورتش برگردون، خشمگین بود، خیلی زود خشم بوده کاووس، صورتش برگردون. چرا برگردون؟ چون گیب که رفته رستن نشسته به می خوردن و دیگه روز چهارم هست که گیب میگه نمیشه باید معطل کرد. روز چهارم برا راست گیف، دیگه گیف گفت معطلی دیگه شایسته نیست، این کابوس زود خشم بریم، اما دیر آمدن. حالا یکی بانگ برزد به گیف از نخست، فریاد کرد سر گیف، پس اون گاه شرم از دو دیده بشست. حیا رو گذاشت کنار، شرم از دیده شستن یعنی بی حیا شدن. یکی بانگ برزد به گیف از نخست، پس اونگاه شرم از دو دیده بشست. که رستم که باشد که فرمان من، ایشون آورده که رستم که باشد که فرمان من، کند سست و پیچد ز پیمان من. اینجا دو غلط فاحش هست. که رستم که باشد که فرمان من، کند سست و کند سست و پیچد ز پیمان. ما اصلا چنین چیز در عربی فارسی نداریم.
ما در عربی فارسی میگوییم ای سست پیمان، پیمان رو سست میکنن نه فرمان رو سست کنن، از فرمان سر میپیچن نه از پیمان. خب این دیگه زبان فارسی است. این عرصه هم عرصه تعصب نیست، با داد و بیداد درست نمیشه. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت. خب این بیت غلط، بسیار بسیار غلط فاحشی است. که رستم که باشد که فرمان من کند سست و فرمان رو که سست میکنن که کند سست و پیچز پیمان من. نه اصلا چنین نیست. که رستم که باشد که پیمان من کند سست و پیچد ز فرمان من. این درسته. حالا ما از کجا میاریم؟ از جیبمون که در نمیاریم که، نگاه میکنیم توی نسخه هست، این مطبی خوندم دستن جوزف هست، یکی دو نسخه دیگر هست. منتها چشم بینا میخواد که بتوانی با سیاق این کتاب آشنا باشی، بتوانی انتخاب درست. که رستم که باشد که پیمان من کند سست رو، یعنی ای سست پیمان، تو با من سست عهدی نمیتوانی بکنی، نه سست فرمانی. که رستم که باشد که پیمان من کند سست و پیچد ز فرمان من. سرپیچی از فرمان است، نه سرپیچی از پیمان. همین استادیم کافیه. یه بار دیگه میخونم که مطلب روشن بشه. که رستم که باشد که فرمان من کند سست و پیچ از پیمانه، مطلقا غلطه. اصلا چنین چیزی در زبان فارسی ما نداره. بایستی باشد که، چنان که هست، که رستم که باشد که پیمان من کند سست و پیچ از فرمان. این یه غلط. خیلی خوب، در واقع دو غلطه. اصلا کل قضیه غلطه، خرابه، فاسده. کتاب فاسد شده اینجا. خب بگیر و ببر، زنده بردار کن. بگیر و ببرم غلطه. بگیرش ببر، نه بگیر و ببر. چی رو بگیره ببره؟ بگیرش ببر یا بگی ها نمیشه. بگیر و ببر، زنده بردار کن و از اون نیز با ما مگردان سخن. ز گفتار اود گیو را دل بخست، که بردی به رستم بدان گونه دست. حالا اینم بدین گونه است، حالا اینم میگذاریم، یه کلوخ میگذاریم و رد میشیم. ما بچه بودیم حافظ میخونیم، غلط میخونیم، بزرگترم گفتن خیلی خوب اشکالی نداره، یه سنگی بذار روش. حالا برا شفت با گیو و با پیلتن، یعنی حالا دیگه کابوس به خشش اونجا رسید که سر هر دو داد زد. برا شفت با گیو و با پیلتن و از او منده خیره، همه انجمن بفرمود پس توس را شهریار، که رو هر دو را زنده برکن بدار. خود از جای برخاست کاووس کی، برفرو برسان آتش زنی. خب حالا اینجا رو من میگذرم. بعد حالا بشد توس دست تهمتن گرفت، به دو منده فرخاش جویان شگفت، که از پیش کاووس بیرون برد مگر اندرون کندران تیزی افسون برد. گفت دست رستم گرفت و ببرم بیرون، بلکه خشم این شاه فروکش کنه. خب بعد حالا رستم چه میکنه؟ تمتن براشفت با شهریار، که چندین مدار آتش اندر کنار. همه کارت از یکدگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. تو سهراب را زنده بردار کن، برا شوب و بدخواه را خار کن. بزد تون یک دست بر دست توس، تو گفتی ز پیل جیان یافت کوس. ز بالا نگون اندر آمد به سر، برو کرد رستم به تندی گذر. بدر شد به خشم اندر آمد برخش، منم گفت شیروزن تاج بخش. دارم ما میگیم شیروزن. بدر شد ما نداریم. بدر شد به معنای بیرون رفت در این کتاب مستطاب شاهنامه هرگز نیامده. همواره می فرماید برون شد، نه بدر شد. بدر شد در واقع دو بار، ما هم خدمت شما عرض کنم، در این کتاب مستطاب 18 بار برون شد آمده
به معنی بیرون رفت و جایگاه رو ترک کرد، دوبار به در شد، یعنی در واقع رفت از اون سوی در، رفت پشت در، به در شد، رفت پشت در، ضمن اون که در بعض موادر نادر، نه در شاهنامه، در کتاب‌های دیگر به در شد رو معنی بیرون رفتن هم هست، ولی خیلی کم، خیلی کم. ببینید میگوید که خب چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. در داستان ضحاک چو کاوه برون شد، نمیگه چو کاوه به در شد، یا اینکه ز پیش سپه بد یا سپه بود برون شد به راه ابا چند تن مرد را نیکخواه، چو از پیش دستان برون شد سپاه، خبر شد به اغریرس نیکخواه. اینا نمونه هاییست که میگم خدمتون، 18 مورد در کل شاهنامه برون شد، برون شد. همی بود تا یک زمان شهریار ز پهلو برون شد ز بحر شکار، یعنی از شهر رفت بیرون برای شکار، ز پهلو برون شد برای شکار. یا چو گردون تهی شد ز خورشید و ماه، طلایه برون شد ز هر دو سپاه. اینا نمونه هاست که آورده. حالا دو بار در شاهنامه بدر شد بوده. ببینید اینن معنی پشت در رفت و معنی بوده. میخونم خدمتتون. خب یک جا که رستم از پیش اسفندیار میاد بیرون، استاد طوسی بدر شد آورده، به جهتی که رستم، منظورش اینه که رستم جایگاه رو ترک کرد، بلکه میخواد به پشت در با درگاه صحبت کنه. چو رستم بدر شد ز پرده سرای، زمانی همی بود بر در به پای. به کریاس گفت ای سرای امید، خنک روز کاندر تو بود جمشید. باید اینجا اندکی تشدید بدیم به ضرورت وقت. خب میگه رستم از پرده سرای اومد پشت در ایستاد و به شروع با در صحبت کردن. خنک روزگاری که جمشید اینجا پادشاه بود و این درگاه، درگاه جمشیدی بود، با در داره صحبت میکنه، نمیفرماد برون شد، چون میخواد بگه رفت پشت در، به در شد، به خشمان در اومد، به رفت. آقا این چه داستانیست آقا جان؟ بله میفرماید چو رستم به در شد ز پرده سرای، یعنی رفت از در بیرون، موضوع در اینجا مرتبه، زمان همی بود بر در به پای. به کریاس گفت ای کریاس، یعنی چارچوب ایده، ما این کریاس اولین بار از ایرج میرزا شنیدیم. در آن روزی که صاف و ساده بودم، دم کریاس در استاده بودم. بقیش هم دیگه خودتون بخونید، داستان اون خانم است و دالان یه حرفا. کریاس ما بوده، آه کریاس یعنی چی؟ نشنیدی. خب حالا یه مورد دیگه هم در کل شاهنامه به در شد هست، یک بار دیگر بیشتر نیست، و اون اینه داستان بابک است و چوپان. میفرماید بیا اومد شبان پیش او با گلیم، پر برف پشمینه دل بدونیم. به پرده با وقت ز بیگانه جای، به در شد پرستنده و رهنما. وقتی این شبان آمد که گلیمی که تن داشت پر برف بود، بابک چون میخواست خصوصی صحبت کنه، از دیگران جای بپرداخت، یعنی خانه رو خالی کرد. کجا رفتن؟ به در شد پرستنده و رهنما، نمیگه برون شد پرستنده، به در شد، نرفتن پشت در. پرستنده یعنی خدمتکار و رهنمای مشاور پادشاه، و برین بیرون آقا، نمیگه برون شد چون محل رو ترک نکردن، رفتن پشت در ایستادن، در رو بستن، تا اینکه سخن خصوصی اون شبان با بابک ادامه پیدا بکنه. گو آهنگری کاری نبوه، پهن سکنی بیله بوه، دراز سکنی سیخه بوه. یه بار دیگه بیتو میخونم. بیا اومد شبان پیش او با گلیم، پر از برف پشمینه، و سکوت کنیم، پر از برف پشمینه
دل بر دو نیم. بپردخت بابک ز بیگانه جای، به در شد پرستنده و رهنما. یعنی رفتن بیرون پشت در، به در شدن یعنی پشت در رفتن. نمیتوانیم بگیم اون چیزی که بر رستم به کار بریم به در شد، به خشم اندر آمد، به رخش چنین چیزی با خشم و خروش اصلا بیرون رفته، همچنان که کاوه چه کاوه برون شد ز درگاه شاه، یعنی کمپلیتی رو ترک کرد جا رو، بر او انجمن گشت بازارگاه، برون شد به خشم اندر آمد به رخش. منم گفت شیروشن تاج بخش. اینا نکات خیلی خیلی ریز و دقیق است، ما میخوانیم و رد بشیم، خیال میکنیم درست هم هست، اما غلط. اینا به خصوص اون بیت پیمان و فرمان، ما سست عهدی داریم، ما از پیمان سر نمیپیچیم بلکه سست عهدی میکنیم، یعنی عهد شکنی میکنیم، از فرمان هست که سر میپیچیم. که رستم که باشد که پیمان من کند سست و پیچد ز فرمانم. نه اینکه که رستم که باشد که فرمان من کند سست و پیچد ز پیمانم، اصلا این خلاف ادبیات فارسیه، خلاف کل زبان فارسی. این دو نکته رو خواستم، علتی که طول کشیده تا اینجای کار ما، وقتی میخوام اینو پاک نویس کنیم میبینیم سه چهار تا چیز دیگه مانده، سه چهار تا چیز دیگه منجر میشه به سه چیز دیگه. خب ما خدمت شما عرض میخوام از شما، پیش از این مباحث رفته بودیم به جنگ مازندران، یکی از زیباترین داستانهای شاهنامه فردوسی، هفت خان رستم هست، بزرگترین آزمون پهلوانی رستم. یه دوست عزیزم زنگ زدن که اون دو بیتی که فردوسی در واقع مرثیه رستم بر مرگ رستم گفته است بخوان، خودتون که حفظ بودید عزیزم گذاشتید. دریغا گما، باید گفت گبا در واقع، شیردل رستما، فروزنده تخمه نیرما، گبا شیرگیرا یلا مهترا، دلاور جهانگیر و گنداورا. این دو بیت رزاری بر رستم از زبان استاد توس، شما خواسته بودید بکنم، از زنجان هم زنگ زده بودم. خب رستم حرکت کرده از چاپ مسکو، میخونم، مرتب به من مرحمت میکنید، زنگ میزنید چه کنیم. این چاپ مسکو حالا یه حال، این هنوز بهترین چاپ شاهنامه است، چاپ مسکو، اما اندکی مزش رفته به جهت اینکه مصححان روسی عیناً همون نسخه لندن رو تا 98 درصد همون نسخه دستنویس لندن 675 هست، اینا سرفصل نداره متاسفانه، با عدد سرفصل کرد. مثلا اینجا باستون گفت خان چهارم، مثلا خان اول، خان دوم، خان سوم، چون نداره مزرش کم شده کتاب. و بعد چاپ بروخیم هم هست که یک تلفیقی بوده است از ارز کنن که مول و ماکان وولرز آلمانی انجام داده و استاد مینویی، استاد اقبال و استاد سعید نفیسی رو این کار کردن، اونم چاپ خیلی خوبی است. به هر صورت سرفصل ها رو داره، اما خب ابیات الحاقی هم داره، حالا اشکالی هم نداره. به هر صورت چند بیت الحاقی در این چاپ بودن بهتر از این است که چند بیت اصلی حذف شدن و سرفصل نداشتن اینا. حالا بگذاریم. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیر خیر، پی اسب و گویا زبان سوار، ز گرما و از تشنگی شد ز کار. بیابانی بود، رستم تشنه شد و رخش تشنه شد، پی اسب و گویا زبان سوار، یعنی در واقع پای اسب سوز شد از تشنگی و زبان رستم ز گرما و از تشنگی شد ز کار. که البته حالا عرض شود که
حالت تشنگی رو میخواد بیان بکنه و احوالی که بیابان و گرما حاکم میکنه بر انسان. پیاده شد از اسب و جوبین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. این آدمی که خیلی خسته است، خونه حرکت میکنه، سنگین پنداری مسته. حالا اینجا رستم با خدا صحبت میکنه، چون رستم خداشناسه، خداشناسیش بلاواسطه است، پیش آخون نرفته، چون آخون خدافروشی میکنه. انسان نیازمند واسطه نیست، چون هر کسی خدای خودش رو به یک وجهی میشناسه، همه مثل هم نیستن. این ارتباط مستقیم با خدا برقرار کردن یک مطلب خیلی مهمی است. راحت شدن از شر آخونده، اساس همین پروتستانیسم مسیحی است. اساس کار لوتر هم همین بود، حذف آخوند. ما باید آخوند رو حذف کنیم. آخوند رو بایستی به عنوان پرده دار خدا حذفش بکنیم. اگه ما بندگان خدا هستیم، بایستی بتوانیم با خدا رابطه برقرار کنیم. رستم چنین است. میفرماید که همی جست بر چاره جستن رهی، سوی آسمان کرد روی آنگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدان گیتی آکنده کن گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کابوس را زینهار. همی رانیان را ز چنگال دیو، گشاید بیازار کیهان خدیو. گنهگار و افتندگان تو اند پرستنده، و بندگان تو اند. تن پیلوارش چنان تفته شد، که از تشنگی سست و آشفته شد. خب ببینید این فردوسی چگونه کلام رو بکار، با چه حس تعلقی و با چه حس غروری، و این حس رو به ما آیندگان تلقین کرده. این از ارزش‌های اوست. در واقع زمان عایق نشده بین عواطف فردوسی، اندیشه هاش با ما که هزار سال از او دورتریم. از پس اعصار و قرون اندیشه های او به ما رسیده و ما رو به قول این جایی ها انرژایز میکنه. این هنر فردوسی است. بیتو میکنم خدمتتون. بله، میفرماید تن پیلوارش چنان خسته شد، ببخشید عذر میخوام، تن پیلوارش چنان تشنه شد، ببخشید تن پیلوارش چنان تفته شد، که از تشنگی سست و آشفته شد. تن پیلوارش با چه حس غرور. در موضوع بردار کردن فرامرز خیلی داستان هزینی است، داستان خاندان رستم. می‌فرماید سواران گرفتندشان در میان، غمی گشت از زخم شیر ژیان. چو دیدش، یعنی وقتی بهمن فرامرز رو دید، در محاصره سواران بود و بسیار زخمی شده بود. چو دیدش ندادش به جان زینهار، به فرمود داری زدن شهریار. فرامرز را زنده بردار کرد، تن پیلوارش نگونسار. اینجا می فرماید که تن پیلوارش چنان تفته شد، که از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بر آن گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. خب اینجا به حد مرگ رسیده، در واقع از وقت تشنگی، چون با تشنگی مبارزه نمیشه کرد، با سرما مبارزه نمیشه کرد. یکی از
وجوه زیبایی داستان رستم هم این هست که مثل ما آدم های معمولی است در واقع، اما توانمندتر و نظر گسترده تر و در واقع خطر کردن بیشتر. این از تفاوت آدم های بزرگ و آدم های کوچیک. خب میفرماید که بیفتا رستم بران گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چا همان گه. یعنی در همان حالی که دیگه کار داشت به انتها میرسید، یکی میش نیکوسرین بپیمود پیش تهمتن زمین. یک میش صحرایی، میش کوهی از اونجا عبور کرد. خب بعد چی شد؟ از اون رفتن میش اندیشه خواست، به دل گفت کاوش خوره این کجاست. رستم گفت این میش اینجا شاداب داره قدم میزنه، یک آبش خوری هم حتما، یک چشمه‌ای در یک جایی هست که این میش از اونجا آب میخوره. همانا که بخشایش کردگار، فراز آمد است اندر این روزگار. یعنی این لحظه بیفشارد شمشیر بر دست راست، به زور جهاندار بر پای خواست. یه به قدری تشنه و خسته بود که نمیتوانست از زمین برخیزه، با تکیه بر شمشیر از زمین برخواست. بسیار خوب. بشد در پی میش و تیغش به چنگ، گرفته به دست دیگر پالهنگ. پالهنگ اینجا مقصود دهانه اسب، دوت دهانه اسب، پالهنگ. خیلی خوب. به رهبر یکی چشمه آمد پدید، چون میش سرفراز اونجا رسید، تمتن سوی آسمان کرد روی، چنین گفت کی داور راستگوی. هر آن کس که از دادگر یک خدا بپیچد، نیارد خرد را به جای. اونجا باز گفتم شکرگزاری کرد در پیش خداوند یکتا. کسی که به یکتایی خدا باورمند نباشه، خرد رو به جای ننی، خردمند نیست در واقع. بر این چشمه آبشخور میش نیست، همان قرم دشتی مرا خیش نیست. به جایی که تنگ اندر آید سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. خب بران قرم بر آفرین کرد چند، که از چرخ گردان مبادت گزند. گیا بر در و دشت تو سبز باد، مباد از تو هرگز دل یوز شاد. دعا کرد در حق میش، گفت امیدوارم که دشت تو سبز خرم باشه، دل یوز از تو هرگز شاد نباشه. کنایه از این هست که امیدوار هستن که هیچ یوزی تو رو شکار نکنه. تو را هر که یازد به تیر و کمان، شکست کمان باد و تیر روان. اینجا وارد از تیر گمان. نفرین کرد به کسی که به تو تیر بیاندازه، به اون میش که زنده شد از تو گب پیلتن، وگرنه پراندیشه بود از کفن. که در سینه اژدهای بزرگ، نگنجد بماند به چنگال گو، شده پاره پاره پنان و کشان. ز رستم به دشمن رسیده نشان، روانش چو پردخته شد زافرین، ز رخش تکاور جدا کرد زین. زبانش چو پردخته شد زافرین. وقتی که از دعا به پرداخت و از نیایش خداوند شکر گذاری گذشت، چیکار کرد؟ زین رو از رخش تکاور جدا کرد، یعنی زین و برگ رو برداشت، رخش هم استراحت کرد. از هیچی غافل نشده در واقع، مثل یک سینماست. داستانهای شاهنامه به اینه، مثل که شما نشستین و فیلمی تماشا میکنین. همه تن بشستش بران آب پاک، به کردار خورشید شد تابناک. گرد و غبار از پیکر رخش جدا کرد، طوری که درخشان شد
به کردار خورشید. چو سیراب شد ساز نخجیر کرد، کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. خب حالا رستم تشنگیش رفع شده و گرسنگی ولی برجاست. بیفکن گوری چو پیل ژیان، جدا کرد از او چرم و پای و میان. چو خورشید تیز آتشی برفرو برابر زاب اندر آتش بسو. به پردخ زاتش بخوردن گرفت، به خاک استخوانش سپردن گرفت. شکار کرد و کباب کرد و خورد و استخوانش هم به خاک سپرد. در واقع این معنیش این نیست که دفنش کرد، پرتاب کرد استخوانشو اون طرف روی خاک. سوی چشمه روشن آمد بر آب، چو سیراب شد کرد آهنگ خواب. بله خب حالا همه کارش انجام شد، غذاش هم خورد، شکارش کرد، حالا میخواد بخوابه. تمتن به رخش سراینده گفت، اینجا آورده سراینده، حالا باید نگاه کنیم، یه جمع آوردن سفیزنده به هر صورت، که با کس مکوش و مشو نیست جفت. با هیچ کس به رخ صحبت کرد، با هیچ کس جنگ نمی کنی، با هیچ کس هم دوستی نمی کنی. که با کس مکوش و مشو نیست جفت یعنی که نه با کسی دشمنی کن نه با کسی دوستی. اگر دشمن آوید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. به خفت و براسود و نکشاد لب، چمان و چران رخش تا نیم شب. خوابید رستم، خوابید، شب شد، رخشم اونجا برای خودش میچرید در مغزارو، زمان هم میگذشت تا اینکه شب قرار سید تا نیم شب. بعد چه شد؟ زرشتن در آمد یکی اژدها، که از او پیل گفتی نیابد رها. بدون جاگه بودش آرامگاه، نکردی زبیمش برو دیو را. این اژدها چنان بود که دیو هم جرأت نمی کرد. بدون جاگه بودش آرامگاه یعنی محل زندگی و استراحت این اژدها در اونجا بود. بیامد جهانجوی را خفته دید، بر او یکی از آشفته دی. پرندیشه شد تا چه آمد هدید، که یارد به این جاگه آرمید. اژدها یکی اصل اونجا آشفته، یک نفرم خوابیده، چه کسی جرأت میکنه بیاد اینجا؟ نیارست کردن کس اونجا گذر، ز دیوان و پیلان و شیران نر. همون نیز کامد نیابد رها، ز شنگ بدندیش نر اژدها. اگر کسی هم رو نادانی می آمد اونجا، این اژدها رو می کشت، از اون محل نجات پیدا نمی کرد. سوی رخش رخشنده بنهاد رو، دوان از شد سوی دهیم جود. رخش هم همونطور که رستم بهش گفته بود تاخت کرد رفت بالا سر رستم. همی کوفت بر خاک روگین سم، چو تندر خروشید و افشاند دم. معنی اینقدر واضحه که نیاز به توضیح هم نیست. تهمتن چو از خواب بیدار شد، سر پرخرد پرز پیکار شد. خیلی تعبیر زیباست، سر پرخرد. میخواد بگوید که در حالت عادی رستم به دندیش جنگ نبود، مرد خردمندی بود، اما به موقعی که میشد این خرد مبدل میشد به اندیشه جنگ. سر پرخرد پرز پیکار شد. زمان اشاره کرد که وقت ما هم تموم شد. دوستان گرامی، با سپاس از شما به توجه فرمودید. شما هم وطنان عزیز و همزبانان گرامی هر جایی هستید شاد باشید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.